سلام چطورین خوبین آقا تو این قسمت میخوام در مورد ستینگ دوربین های آیفون و اندروید با هم صحبت کنیم یه گوشی اندرویدی براتون آوردیم که ستینگش رو با هم دیگه بریم جلو ببینیم به کجا میرسیم ولی ازتون خواهش میکنم اگه اون قسمت در مورد مثلث نور رو ندیدین یک بار دیگه ببینین یا اگه کامل یادش نگرفتین یک بار دیگه بریم ببینید و یاد بگیرین بعد بیانی اینجا چون پایه اون قسمت پایه این قسمت اون قسمت دم شما گرم خب ما در مورد مثلث نور با همدیگه صحبت کردیم و گفتیم مثلث نور از سه جزء تشکیل شده اف ایزو و شاتر اسپید دو تا مشخصه یعنی ایزو و شاتر اسپید روی دوربین ها قابل تغییره یعنی شما در مورد هر عکسی میتونین تغییرش بدین تنها مشخصه که به لنز دوربین ربط داره و قابل تغییر نیست F یعنی چی؟ یعنی که آقا این لنزی که من الان روی این دوربین قدیمی خوشگل دارم Fش یک و هشت دهم تا شونزده هست. حالا همون جوری که میدونید یا اگه نمیدونید من اینو به شما بگم F اندازه گوشیدگی دیافراگم ماست دیافراگم روی لنزمون همون تو اون قسمت دیده باشین همه رو بهتون توضیح دادم حالا اینجا هم الان که نیبینیم ولی کلا خب همون سطلی که به شما گفتم اون سوراخ روی سطل همون منظرمون اندازه F ولی چیزی که همه آدم رو در مورد اف گیج میکنه اینه که آقا اف به صورت معکوس شماره گذاری شده یعنی چی؟ یعنی F16 کوچکترین اندازه سوراخ است و بزرگترینش اون چیزی که به لنز شما ربط داره F16 منظورم لنز شما تا یه جای اون سوراخه تنگ میشه مثلا خیلی از لنزها F1.4 تا F16 خیلی از لنزها F2.8 f 22 خب این 22 تنگترین مقدار اون سوراخ دیافراگم ماست خب و بزرگترینش هم مثلا دو هشته همه یک و چهار همه، یک و هشته همه مثل همین لنز یک و دو خب لنز های موبایل هم از این قاعده مستثنا نیستن پس تا اینجا فهمیدیم که آقا F به صورت معکوس شماره گذاری میشه F قابل عوض شدن نیست اندازه دیافراگم به لنزتون ربط داره و اینکه شما با سرچ توی گوگل میتونین خیلی راحت اندازه اف و مشخصات دوربین خودتون رو بفهمین الان میخوام اسکین ریکورد کنم میذارم اینجا با همدیگه ببینیم منظور من چیه خب برای اینکه مشخصات هر موبایلی که میخوایم بخرید و بدونید مشخصات لنز و دوربین مثل همیشه سرچ کنید توی گوگل الان من سرچ کردم توی گوگل سامسونگ گلکسی S10 پلاس کامرا ان لنز اسپکس یعنی آقا اه, حالا براتون می اه, یعنی چی یعنی که آقا گلکسی اس 10 پلاس مشخصات دوربین و لنزش خب اینجا یه اه, سایت میاد میایم پایین که این اه, معروفترین و مهمترین و بهترین سایت نمره دهی به دوربین های موبایل و دوربین های معمولی و دی اس آره دی او مارک اسمشه براتون میذارم میریم توش ببینیم آقا اه, چه چیزی راجع به دوربین گلکسی اس تن پلاس به ما گفته خب میام پایین نوشته کی کمر اسپیفیکیشنز یعنی آقا مشخصات اصلی دوربین های گالکسی اس تن پلاس گفته آقا سه تا دوربین داره تریپل کمرا ستاپ پرایمری کمراش یا همون لنز نرمال کمراش دوربینش 12 مگاپیکسلش سنسورشه و اندازه سنسورش یک و چهار دهم میکرومتره یعنی مثلا ده به توان منفی 6 متره حالا من به این کاری نرم اندازه رو گفتیم و افش یک و نیم تا دو چهاره یعنی بزرگترین گوشیدگی دیافراگم لنز وسطیش یک و چهار یک و نیمه درست حالا لنز اولترا وایدش دوربین اولترا وایدش در اصل یه دوربین 16 مگاپیکسلی با اندازه سنسور یک میکرومتره یعنی اندازه سنسورش کچولوتره خب و افش هم حداقل حد, دق... حد افش دو چهار دهمه اوکی یعنی اینکه بیشترین اندازه ای که افش باز میشه از بیشترین اندازه ای که اف دوربین اصلی باز میشه کمتره یعنی اون سوراخ رو دهنی سسل ما کوچیکتره حالا لنز بعدی هم یه سنسور 12 مگاپیکسلی داریم دوربین بعدی یه سنسور 12 مگاپیکسلی داریم با اف 2.14 باز هم اف لنزش 2.14 یعنی چی؟ یعنی که آقا همون سطل رو که ما میخواستیم بگیریم زیر شیر آب این گفتم یه دریچه روی درش داره این دریچه برای لنز بیشترین اندازه که باز میشه دو چهار دهم برای لنز اولترا واید و تلفوتوی برای لنز واید و لنز زومه ولی بیشترین اندازه که برای لنز نرمال باز میشه بزرگتره یک و نیمه. یعنی اندازه این سوراخ بزرگتره یعنی این سطل ما سریعتر پر میشه یعنی این لنز ما سریعتره یعنی تو شب بهتر عکس میگیره پس اگه میخواید تو نور کم یا شب عکس بگیرین خواهشان برای همه موبایل ها این صدق میکنه از دوربین اصلی گوشیتون نه واید نه تلفوتو استفاده کنید از دوربین اصلی فقط استفاده کنید حالا من اینو یه اسکرین شات میگیرم میخوام برم ببینم آقا در مقایسه با آیفون 15 پرو مکس چه چیزی واسه گفتن داره دوباره یه بک میزنم خب میام تو دی ایکس و مارک خیلی اتفاق جالبی میفته گفت آقا این موبایل هم سه تا دوربین داره اولین لنزش یه لنز اولین دوربینش یه سنسور 48 مگاپیکسلی داره خب افش یک و هفته و سنسور شیفت داره حالا جلوی تکون دستتون رو میگیره پس سنسورش 48 مگاپیکسلی و اینی که من میدونم این سنسور این دوربین دو میکرومتره یعنی اندازه سنسورش هم بزرگتره لنز اولترا وایدش 12 مگاپیکسله و افش دو دوه دوه. لنز تلفوتش هم 12 مگاپیکسله و افش 28 ولی چی دوربین آیفون بهش امتیاز بیشتری میده تا دوربین این گوشی که قدیمی تره سامسونگ استن پلاس اندازه همین سنسوریه که من بهتون دارم میگم اندازه سنسور هم مهمه حالا در جلسهای بعدی راجب اندازه سنسور هم با هم دیگه صحبت میکنیم من تمام اینا رو گفتم تا الان اینا رو دارم به شما میگم که آقا شما وقتی دارین دوربین میخرید به غیر از اینکه تعداد دوربین ها یعنی الان سه تا دوربین دارن جفت این گوشی ها مهمن مشخصات لنز هم مهمه و اندازه سنسور هم مهمه شما فکر نکنید حتما اگه یه دوربین یه موبایل چهار تا دوربین داره از یه موبایلی که دو تا دوربین داره کیفیت عکاسیش بهتره خب حالا همیشه شما از ما سوال میپرسید میگید آقا چرا راجب آیفون همیشه همه مشخصاتتون رو میگین و این داستان همه درس رو میگین من این اولش به شما بگم آقا عکاسی این دو سواریه شما اگه عکاسی با دوربین بلد باشی اکاسی با موبایل هم بلدی عکاسی با هر چیز دیگه هم که عکس میگیره بلدی منظورم اینه که شما اگه پایه های عکاسی رو بلد باشین دیگه بقیه چیزا رو خودتون باید امتحان کنین منظورم هم, هم بیشتر در اصل اینه که آقا این مثلث نور رو یاد بگیرین بقیه کل عکاسی رو میتونید بلد باشین حالا ما میخوایم بریم توی ستینگ این گوشی و با هم ببینیم که آقا اصلا ستینگ دوربینش چیه و چه مشخص چه ستینگ هایی رو باید روشن کنیم و عکس بگیریم و از این داستان پس دوباره ادامه رو با ما باشید خب من اول از همه اینو بگم که آقا ما ستینگ های آیفون رو میگیم ستینگ های اندروید هم میگیم حالا چون که اندروید مثلا شیامی داره گوگل داره سامسونگ داره ال جی داره هواوی داره همه اینا رو داره ما تک تک راجع به همه گوشی اندروید که نمیتونیم بیایم بگیم من سeting های گوش این گوشی رو میگم بقیه گوشی ها هم عین همینه پس الان لطفا از ما نپرسین آقا گوشی شیامی فلان ستینگ چیزش از کجاست بعد بریم تو ستینگ دوربینش تا بفهمید که چه ستینگی رو بعد روشن کنین حالا ما میام توی دوربین میام توی اپلیکیشن دوربین درست اینجا همون جوری که ما با هم دیگه الان با هم صحبت کردیم ما سه دوربین داریم یه دوربین واید یه دوربین نرمال و یه دوربین زوم درست این بالا سمت چپ یه آیکون ستینگ داریم میریم ببینیم ستینگ ها چی و چه کاری انجام میده اولین ستینگی که ما داریم سین اپتیمایزر یعنی چی آقا این یعنی اینکه اگه ما میخوایم از غذا عکس بگیریم خود گوشی با کمک هوش مصنوعی میفهمه غذا رنگا رو بهتر میکنه اگه از آدم میخوایم عکس بگیریم پورتری میخوایم عکس بگیریم خود گوشی با هوش مصنوعی میفهمه و مثلا پوست رو بهتر میکنه من توصیه هم بهتونی که آقا این بیشتر تایم ها این سین اپتمایزر روشن باشه خیلی بهتره گزینه بعدی شات ساجستشنه یعنی چی؟ این من برم توش خب مثلا بهت وقتی میخوایم عکس بگیریم و روشنش کنم میگه آقا اگه گوشیتون یکم که صافتر بگیرین گوشیتون صاف میشه و عکس صافی میگیرین این آگاهی ها رو به شما به شما میده و اینکه اگه عکستون بلور باشه و یا آقا یا خانومی که دارین ازش عکس میگیریم پلک زده باشه به شما میگه آقا امکان داره پلک زده باشه یه بار دیگه عکس رو بگیریم سوایپ شاتر باتن تو یعنی آقا اگه من دستم رو شاتر نگه دارم نگاه کنین و بکشم پایین شروع میکنه تعداد زیادی عکس گرفتن این هم میتونه روشن باشه میتونه خاموش باشه به سلیقه خودتونه من کاری باهاش ندارم پیکچر فرمتس رو میریم من ازتون خواهش میکنم اینجا رو با دقت به حرفای من گوش بدین نوشته های افیشینسی پیکچرز یعنی چی؟ یعنی که آقا میگه عکس های من میگیرم که های افیشینسی های افیشینسی یعنی اینکه عکستون کیفیتش خیلی کم نمیشه ولی حجمش خیلی کم میشه ولی نصیحت من به شما اینه که این گزینه رو همیشه خاموش کنین چرا چون که اولا این عکس ها تو همه گوشی و همه کامپیوترها باز نمیشن دوم اینکه به اصطلاح میگه کیفیتش کم نمیشه در اصل اگه شما عکس میگیرین که میخواین ادیتش کنید و این داستان ها حتما عکس خام یا جی پک بگیرین این هیف اصلا گزینه جذابی برای عکس گرفتن نیست پس این گزینه رو خاموش خواهیم داشت برای همیشه حالا گزینه بعدی را کپیزه یعنی چی یعنی آقا من عکس خام هم میتونم بگیرم اگه بدونید یا اگه ندونید ما در حالت عادی همه اکس هایی که با گوشی میگیریم به صورت جی پیگه. یه فرمته فرمت جی پیگ مثل ام تیری خب دقیقا مثل ام پی تیریه ام ور هر آهنگی رو که شما دارید و کامپرس میکنه فشار میده از کیفیتش کم میکنه و به حجمش هم پس در نتیجه کم میکنه و یه به یه فایل فشرده به شما تحویل میده ولی خوبیش اینه که حجمش کمتره بدیش اینه که کیفیتش هم کمتره ولی اگه گوشی شما توانایی گرفتن عکس‌های خام و داره یعنی همون عکس اصلی که با گوشیتون گرفته شده رو به شما تحویل میده شما خیلی امکان بیشتری برای عکاسی دارین من تمام دوربین تمام عکسهایی که میگیری به صورت خامه درسته که رنگهاش مقداری کمتره چون رنگهای قشنگ و تو ادیت هر گوشی که شما میگیرین به صورت اتوماتیک ادیت میشه و رنگهاش بیشتر میشه درسته که عکس خام رنگاش کمتره ولی تو ادیت دستتون خیلی باز سره چون عکس با کیفیت تری دارین پس این گزینه رو معمولا میتونین روشن داشته باشین اگه میخواین مثلا از یه چیزی عکس بگیرین میام عقب save سلفیس سلفیس از یعنی چی یعنی دیدین آقا وقتی با گوش دوربین جلو عکس میگیرین دارین درست میبینیم وقتی عکس میگیریم پشت رو میشه عکس این اگه روشن کنین همون چیزی که میبینین به شما تحویل میده خب ویدیو استابلایزیشن یعنی اینکه آقا ویدیوتون استابلایز میکنه از تکوناش جلوگیری میکنه ادوانس ریکوردینگ که ما راجع به ویدیو صحبتی نمی کنیم ان به زودی دوره ویدیوگرافی هم خواهیم داشت در مورد ویدیو صحبت میکنیم من نمیخوام این جلسه خیلی طولانی بشه پس میریم جلوتر HDR ریچ یعنی چی؟ یعنی آقا شما عکس HDR میگیرین HDR ریچ تون یعنی چی؟ یعنی آقا عکس HDR, HDR, یعنی یعنی HDR گوشیتون میگیره های داینامیک Range یعنی چی بازم؟ دیدین آقا شما مثلا توی یه روز آفتابی پشت به نور وای میستین قاعدتا شما باید وقتی با گوشیتون عکس میگیرین شما سیاه باشین و آسمون آبی باشه یا برعکس جاهایی که خیلی اختلاف نور دارن شما و سابجکت و بکراندتون عکس ها معمولا خیلی خوب در نمیاد ولی این HDR میاد چند تا عکس میگیره و با هم ترکیبشون میکنه و یه عکس خوب به شما میده پس این HDR هم کاملا همیشه میتونین روشن کنین تریکینگ اوتو یعنی چی یعنی اینکه آقا شما رو هر جا بزنین همونجا رو اگه دوربینتونم تکون بدین ترک میکنه مهمترین ستینگ تو دوربین هست گرید لاینزه گرید لاینز رو که بزنید ما آموزشش هست توی پیج قانون نسبت های طلایی یا ها، یک سوم گوشیتون روشن میشه و به شما این خط های افقی و عمودی راهنما رو میده که میتونین عکس های خیلی بهتری با توجه به نسبت طلایی بگیرین اون قسمت هم اگه ندیدید ببینید پس گرید لاین هم روشن کردیم location تگز حالا میتونه روشن باشه یا نباشه shooting متد چیز خاصی نداره و بقیهش هم چیز خاصی نداره پس ما ستینگ گوشیمون رو هر چی بود و با هم دیگه رفتیم جلو حالا این بالا ما چند تا گزینه داریم که با هم اونا رو میخوایم بررسی کنیم ببینیم چیه اولین گزینه بعد از ستینگ دست چپ یه فلشه که میگه آقا فلش آف باشه آن باشه یا اتو باشه من توصیهم به شما اینه که آقا فلش گوشیتون همیشه خاموش باشه چه شب چه روز چه هر جایی چون فلش گوشی انقدر کیفیتش کمه و انقدر نور زیادی از فاصله نزدیک به شما میزنه که هیچ وقت عکس خوبی ازش در نمیاد گزینه بعدی که سلف تایمر دو ثانیه پنج ثانیه و ده ثانیه است و گزینه بعدی اینه که آقا ما عکسمون چه نسبتی داشته باشه یعنی مثل گوشی 16 به 9 باشه الان فوله میبینید یک در یک باشه مربع میشه 16 به 9 باشه یا اینکه 3 در 4 باشه این نسبت تصویر ماست خب من اینجا همین 16 به 9 رو میذارم واسه اینکه کل تصویرمون کل سنسورمون استفاده بشه میبینید الان یه خط افقی رو صفحه اومد اون همون شو ساجیسشن راهنمایی بود که تو تصویر به ما میکنه میگه آقا گوشی الان خطش صافه میتونین عکستون رو بگیرین اینجا موشن فوتو رو آف یا آن میکنیم موشن فوتو چیه؟ دقیقا این لایف فوتو آیفونه یعنی چی؟ یعنی شما وقتی شاتر رو میزنین از یک و نیم ثانیه قبل و تا یک نمیدونم حالا یک ثانیه قبل تا یک ثانیه بعد شاتر زدن شما رو ضبط میکنه و به صورت یه فیلم کوتاه به شما میده خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که شما میتونین اگه خدای نکرد از یکی عکس گرفتین یه رو داشت پلک میزد یکم بیان عقب شاید شانس داشته باشین که پلک وقتی نزده عکسشو بگیرین خب این بود ستینگ یک گوشی اندرویدی سامسونگ گلکسی S10 پلاس مطمئنم واسه بقیه گوشی هاتونم به دردتون خواهد خورد سوالی داشتین برامون بنویسین حتما جوابتون میدیم